سلام دوستان، من صفورا رفیع‌زاده هستم و چه خوشحالم که به هنرمندان هنرهای تجسمی این 25مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خوش آمد میگم. کارهای این دوستان رو در ریکانستراکشنال سنتر اون بار خیابون از موزه میتونیم ببینیم. برای تمام مدت سه روز کارهای این دوستان اونجا به نمایش گذاشته میشه و میتونیم با خودشون صحبت کنیم و با هم راجع به کار اونا صحبت کنیم. متاسفانه دو تا از دوستان کارشون اینجا هست ولی کن خودشون نیستن، ولی کن دوستان زیبای حاضر، نفر اول آفرین رحمانی فر، نقاشی اثرگذار ایرانی که به امریکا رنگ می‌دهد. خیلی ممنون صفورا جان. من آفرین رحمانی فر هستم، کار پینتینگ می‌کنم، پینتینگ میکست میدیا هستش و درس میدم دانشگاه. At the same time I'm assistant professor of Eastern Connecticut State University. از کنیدیکت اومدم و بکراندم پینتینگ and miniature painting هستش توی ایران. بچلر دیگری می گرفتم و مستر آف فاین آرتس هم در یونیورسیتی آف کنیدیکت. دوست دارم که یه مقدار راجع به کار خودم باهاتون صحبت کنم. البته استیتمنت کارم همون جایی که کار رو نصب میکنیم، در کنارش میتونین بیشتر انفورمیشن اور اطلاعات بگیرین راجع به کارم، ولی به هر حال یه کوچولو دوست دارم که راجبش صحبت بکنم که متوجه بشین که در چه موضوع کار من به چه ترتیب هستش. کار من بیشتر در مورد my fascination یعنی or inspiration کار من بیشتر در مورد female icon هستش، بر اساس تجربه های یک زن ایرانی که نصف زندگی رو در ایران گذرونده و نصف دیگرش رو با کالچر وسترن خودش رو آشنا کرده. و سوژه کار من بیشتر در مورد فیمیل آیکون هستش و ایمیجی رو که میبینین، تصویر رو که تو نقاشی های من به حساب، اگه حالا روی وبسایت هم برین کارم رو میتونین مشاهده کنین، بیشتر در مورد فیمیل آیکون هستش و این ترکیب فیمیل فیگوراتیو آیکونیک کایند آف ایمیجز دات یو میبینین روی کارهای من، همشون تصویری هستش از احساس و پرکتیسی که تمرینی که توی زندگی خودم داشتم توی دوران تجربیات زندگی ایسترن و شرقی و غربی رو. و این خیلی مختصر و مفید هستش فکر میکنم، ولی خب لب کلام اینه که کار من در مورد ولی خب در این حال خیلی پولیتیکال و kind of image که رو میبینید it's not فقط راجع به تصویر ظاهری یک زن هستش، یک مقدار دیپتر که من راجع بهش فکر میکنم، بیشتر در مورد تصویر زن و موقعیت های social political kind of aspect of Iranian woman هستش که میتونه اونو در بر بگیره تصویری که میبینیم. اگر که سوالی داشتید من خوشحال میشم که در گالری که هستیم شما رو بیشتر با کارم آشنا بکنم. مرسی از وقتتون و میدم به مریم. هنرمند زیبای بعدمون هست مریم نقشینه که از آلمان به ایران و بعد به امریکا آمد که هنرش رو به ما ارائه بده و هم کار گرافیک میکنه و هم کار نقاشی. ممنون.
لطف کردین، ممنون. من خواهم معرفی که شدم، مریم نقشینه هستم و کاری که میکنم نقاشی هست، پینتینگ. سبکشم بیشتر ابسترکت و فیگوراتیو آرت هست که من انجام میدم. حالا به قول آفرین جون توی گالری بیشتر با هم آشنا میشیم و با کارا و سوژه های کار من، خب این هر آرتیستی فکر کنم همون احساسی کارای ما بیشتر و موضوع زن همیشه خب it's part of our art بعد و بیشتر من فیگور زن رو با ابسترکت قاطی میکنم و حالا وقتی تو گالری ببینین کار رو بیشتر میتونین ممکن باش کانکت کنین، ببینین چه جوری هست سبک کارا. و من ایران هنرستان میرفتم و اینجا مدرکم رو تکمیل کردم، یه 20 سالی هست اینجا و الانم با عنوان یه فول تایم آرتیست کار میکنم و در اورنج کانتی هستم الان. اگه سوالی هم هست که خوشحال میشم جواب بدم، حالا یا الان یا بعد برنامه. به هنرمند بعدیمون نمیتونم بگم زیبا، باید بگم جذاب. مهتدی میرک با رقصی از خطاطی که از ایران به امریکا به ارمغان آورده. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنختان شما، با صبا بفرست همراه از رخت گل دسته ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. کی دهد دست این غرض یارب که هم دستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. مهتدی زاره میرک آباد هستم که حالا مهتدی میرک مختصری از اسم منه و حالا اون چیزی که تو ایران بهش میگن خط نقاشی یا خطاشی کاریه که من قریب به 15 سال انجام میدم و اون چیزی که فکر میکنم با عطف به این شعری که براتون از حافظ خوندم فکر میکنم کار یه هنرمند و حالا خط نقاش اینه که بتونه یه خورده از قواعد خط کوتاه بیاد، احساس رو قاطیش بکنه و در زلف پریشان عالم قلمش یه شانه ای باشه که یه لطافتی به محیط خودش ببخشه. اگر به این غرض برسم که خوشحال میشم به کمک و نگاه زیبای شما. زیاد عرضی نیست، ممنون از توجهتون. با یک دنیا تشکر از هنرمندامون و خواهش میکنم که حتما برین کارشون رو ببینین و باهاشون به گفتگو بنشینین.